اعتراضات معلمان در سال 1399 و چشمنداز آن، گفتگوی ما با آقایان علیرضا نوایی و ستار رحمانی را میشنم. سلام به شما و سپاسگزار از اینکه این فرصت رو دادید که با هم باشیم. آقای نوایی، در ادامه بحثی که چندی پیش با هم دیگه داشتیم در رابطه با آمار و نوع اعتراضات کارگری و معلمان، اگر موافق باشید امروز بحث رو با شما شروع بکنیم که نگاه دقیق تری رو داشته باشیم در صورت امکان به اعتراضات معلمان در سال 99 و بعد از اینجا ادامه بحث رو با هم داشته باشیم. درود میفرستم به شما رفقا، امیر ستار و بینندگان رادیو پیام کانادا. آره، توی برنامه قبلی به یه گذری کردیم به اعتراضات معلمان. ما اعتراضات معلمان اگه بخوایم دسته‌بندی بکنیم، به نظر من دو دسته اعتراضات در سال گذشته بودن. دسته اول اعتراضات معلمان غیر رسمی میشه گفت، آموزشیاران نهضت سواد آموزی، مربیان پیش دبستانی، معلمان مدارس غیر دولتی، معلمان حق التدریس، سرباز معلمان، معلمان تازه استخدام شده و همه اینا که بود. ما 136 اعتراض از طرف معلمان ثبت کردیم که از این 136 اعتراض، جالبیش اینه که 41 اعتراض به صورت سراسری در تهران برگزار شده، یعنی از سراسر کشور از استانهای مختلف اومدن تهران جلوی مجلس یا وزارت آموزش پرورش، دست به تجمع زدن و اکثریت اینا هم که اومدن خواسته هاشون تبدیل وضعیت، یعنی اعتراض به بلا تکلیفی استخدامی، سطح نازل حقوق بوده. همچنین دو موردی هم داشتیم که در سراسر کشور دست به اعتراض زدن. تو همین رابطه 15 مورد هم داریم که از شهرهای مختلف اومدن مرکز استان یا در شهرهای مختلف همزمان دست به تجمع زدن. که اگه ماه فروردین رو بیاریم نگاه کنیم، میبینیم که اعتراضات معلمان خیلی سریع همون روند داره ادامه میده، سریع سراسری میشه. یعنی اعتراضات در حد یک شهر دو شهر اینا نمیمونه، مثلا معلمان دانشسرایی که اینا دیگه معلمان رسمی هستن یا معلمان تازه استخدام شده، اینا به همین صورت. دسته دوم اعتراضات نهادهای مستقل معلمانه که تحت نام‌های مختلف فعالیت میکنن و در کنارش مسئله شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور. خب اینا، این تشکل‌ها در یک رابطه خیلی خوب عمل کردن، مسئله واکسیناسیون، مسئله یعنی کلن در رابطه با بیماری کووید 19 بازگشایی مدارس یا آموزش مجازی، تو همین رابطه موزه گرفتن، خصوصا در رابطه با واکسیناسیون، موزهی که گرفتن و دفاع کردن از واکسیناسیون عمومی و نهادهای مختلفی تو همین رابطه اطلاعی دادن. مورد دیگه در حمایت از همکاران زندانی، اینم خوب بوده. اما بخوایم دوره فعالیت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور رو اگه بخوایم نگاه کنیم، دو تا رویکرد می‌بینیم. یکی رویکردیه که تا اواسط زمستان 99
باش رو برو بودیم. یکی دیگه این بوده که بعد از این تا به امروزه. مثلا نکته جالبیه که من خیلی احتمال دارم بعدا روش صحبت بکنیم، تمام این اعتراضات معلمان غیر رسمی بر اساس دانسته های من مورد حمایت این تشکل ها قرار نگرفته، در موردشون اصلا نیومده، چون مثلا خیلی مهمه تبدیل وضعیت به سطح نازل حقوق، به عبارت دیگه بیشتر اینا مشمول مثلا قانون کار هم هستن، قانون مدیریت خدمات کشوری نیستن. ولی دیما میبینیم یه اطلاعیه ای صادر میشه از طرف شورای هماهنگی، اشاره ای داره در رابطه با معلمان خرید خدمت و یه بخشی از این معلمان. اما این کماکان برجا مونده ها، برجا مونده. مثلا من حتی برای من مثلا سوال بوده، ما داریم آموزشیاران نهضت سواد آموزی اومدن تهران، حدود در روزی مثلا تو تهران بودن، شبا تو پارک میخوابیدن، نزدیکای مجلس میخوابیدن. آیا اینجا حتی از نظر حضور در تجمع، نه در نظر حمایتی که اینا میخواستن، وسایلی که میخواستن، نمیدونم آیا این همبستگی صورت گرفته، این حضور پیدا شده اونجا، گفتن مثلا نیازهایی که دارن بهشون پاسخ داده. من نمیخوام اظهار نظر بکنم وقتی نمیدونم دقیقا. از اواسط زمستان یه رویکرد دیگری در شورای هماهنگی تشکلهای فرهنگیان کشور میبینیم، مثلا در مورد سوختبران هم، قتل سوختبران موزه میگیره، در رابطه با این معلمان فارغ التحصیل دانشسرها که میخوان دو سال رو بهشون تحمیل کنن برای بازنشستگی، دو سال بیشتر کار بکنن، در مورد اینا اطلاعیه میده، تحت پوشش خبری قرار میده، یا حتی در مورد معلمان تازه استخدام شده اینا رو تحت پوشش خبری قرار میده. این مجموعه ایه که میتونم بگم که بعد ببینیم در موردش بیشتر صحبت کنیم. بله، نه توضیح خوبی بود. دوره کلی اطلاع بدم در رابطه با سالی که بودش. بله، متشکر از توضیحتون. آقای رحمانی، آمار رو دیدین، خب حرکت ها مثبت خوب بوده، ولی نقاطی رو که آقای نوایی هم بهش اشاره کرد، عدم هماهنگی بین این دو گروهی که حالا در گیومه آقای نوایی بهش اشاره کردن و حمایت های اینها چشمگیر هستش. به نظر شما چرا نتونستن این دو با هم دیگه یک فضای کلیتر رو در رابطه با خواستهایی که احتمالا در حدیش هم مشترک هستش پیاده بکنن؟ برای این همونجوری که میدونید شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در حقیقت در آخرین مجمع عمومیشون متشکل از 21 استان تشکیل شده، یعنی در حقیقت 10 تا کانون صنفی ازشون اومدن بیرون. بعد از این 21 استان در حقیقت تعدادی از این استان‌ها به دلایلی که من شنیدم، یکی از دلایلش اینه که نفوذی‌های رژیم توشون زیاد شده و عملا ضریب در حقیقت امنیتی خیلی بالاست، اینا در حقیقت منفعل شدن. و در بخش‌های دیگه‌ای که بحث و بررسی شده، اینها در حقیقت به یک نتیجه نقطه نظر مشترکی نرسیدن. مثلا نمونه شو بگم، در اگر نگاه بکنید در بیانیه مشترکی که دادن، حدود 9 تشکل دادن اخیراً، میبینیم که از کان صنفی فقط اسلام شهر هستش. خب این سوال برانگیزه دیگه. خب خیلی میگن ما که تعداد کانونهای صنفی زیادی داریم، اینه که برخی از تشکل ها در حقیقت
میگن ما در رابطه با مسائل کارگری که اون در بیانیه در رابطه با بازنشستگان و حداقل دستمزدها بود، ما نمیتونیم دخالت بکنیم به خاطر اینکه تجمیع آرا به این نتیجه رسیده که در کانون‌های دیگه ما در رابطه با فقط معلمان میتونیم اقدام کنیم. حالا خب سوال بعدی پیش میاد اینه که شما در رابطه با معلمان همیشه کاری نکردید، یعنی مثلا این همون که رفیق ما علیرضا گفت، خب بخشای زیادی از معلمان حق تدریسی و سرباز و بعد نهضت سواد آموزی پیش‌نویسانی اینا در سال گذشته تعداد زیادی اعتراض داشتن، اما ما از نه کانون‌های صنفی و نه از شورای هماهنگی ندیدیم. واقعیتش اینه که شورای هماهنگی اون پتانسیلی رو که قبل از سال 99 داشت رو تقریبا باید بگیم که از دست داده، و اون توانایی که به کمک تشکل‌های صنفی، کانون‌های صنفی دیگه میتونست تصمیم گیری بکنه، این بار تضعیف شده به خاطر اختلاف سلیقه‌ها و عقیده ها. حالا چرا از 1400 ما میبینیم که این روند تا حدودی تغییر کرده؟ انتقادهای بسیار شدیدی نسبت به شورای هماهنگی و کانون‌های صنفی تو این رابطه صورت گرفته، در رابطه و بخصوص معلمان. خب باشه اگه در رابطه با کارگران فعلا مشکل هست از این نظر که خب صنف ما معلم صنف اون کارگریه، اما در رابطه خود معلمان هم شورای هماهنگی اون فعالیت لازم نکرده که این باعث شد تا حدودی باید بگیم که شورای هماهنگی فعال شده، ولی هنوز ببینید اونها عضو کانون‌های صنفی نیستن. یعنی بسیاری از این معلمان این نوجوان یا این دانشسرهایی که معلمان دانشسرهایی که دیروز برای سنوات خدمتشون که 5 سال 3 سال تا 5 سال پرداخت نشده اعتراض کردن، اینها شامل کانون‌های صنفی نمیشن. یعنی کانون‌های صنفی در حقیقت عقب موندن از جنبش واقعی معلمانی که روی زمین داره برگزار میشه، و اینا عملا در یه حوزه دیگه‌ای که این ریسک ما پیش‌بینی می‌کردیم که با توجه به ترکیبی که اینها دارن اینا زمینگیر بشن، زمینگیر شدن، و شورای هماهنگی هم باز باید بگیم هنوز اون پتانسیل رو نداره که کارهای صنفی دیگه رو فعالش بکنه. خب این کارهای تکنیکی نیازه و اینجا نمیشه روش بحث کرد، و اینا باید به حسب مشکلات خودشون حل بکنن، وگرنه در حقیقت دیگه اون باری که سالهای قبل بر دوش کانون‌های صنفی معلمان بود امسال دیگه نخواهد بود، و معلمان اعتماد خودشون رو در حقیقت نسبت به اینا از دست میدن، و در حقیقت شورای هماهنگی یا کانون‌های صنفی به همون سرنوشتی دچار میشن که برخی از این تشکل‌های مستقل رو دیدیم که دچار شدن، و این دیگه بسیار ضریب در حقیقت که به جنبش ضربه‌ای که به جنبش کارگری میزنه اون وقت بسیار زیاده، چون تنها تشکل مستقل سراسری در ایران این تشکل بود، حالا به این چیز افتاده. اما خب از اون طرف دیگه میبینیم که اون جنبش مستقل در حقیقت بدون تشکل در حقیقت تشکیلاتی که از طریق میدیا درست کردن، اونا بسیار رادیکالن، و در حقیقت اینا میتونن با ورودشون به کانون‌های صنفی، اینا من فکر کنم که یه تحول بزرگی را در کانون‌های صنفی ایجاد خواهند کرد، و به همین دلیل اولین ضرورت یا ضرب الاجل وظیفه شورای هماهنگی اینه که اینها رو بتونه در حقیقت جلب بکنه به خودش، نه اینکه اینها رو هم جلب بکنه منفعل بکنه، بلکه بتونه اینا نیروی جوان هستن و نیروی رادیکال هستن، امکانات رو بهشون بده، این فضا رو بهشون بده که اینها بتونن در حقیقت
جنبش معلمان رو یک بار دیگه روی پای خودش بیارن و اون تأثیری که این جنبش میتونسته در بقیه جنبش های کارگری بذاره دوباره ترمیمش بکنن. ممنون از توضیحتون. آقای نوایی، دائم در صحبت ها بحث بر سر کانون های صنفی هستش برای معلمان. آیا اینها صنف هستن؟ واقعا میشه، یعنی آیا ما داریم از زبان استعاره صحبت میکنیم که در واقع بتونیم حرکت های اعتراضی رو از بار امنیتیش کم بکنیم، یا یک اشکال تکنیکی در این قضیه است که میخوایم اصرار بکنیم که ما صنف هستیم ولی مثلا نیستیم و این خودش میتونه مشکلات ایجاد بکنه؟ من قبل از اینکه بیام مستقیم، سوال خیلی عالی است که روش مکس بکنیم. ببین، در مورد اعتراضات که گفتیم 136 تا بوده، 41 تاش فقط از سراسر ایران سازماندهی کردن، همزمان اومدن تهران، تو اون خیلی اهمیت داره. مثلا حتی ما داریم روز پنجمه اسفند ما 5 دسته از این معلمان همزمان از سراسر ایران اومدن و جلوی مجلس همزمان تجمع کردن. حالا ما با چه چیزی مواجه هستیم؟ این مواجه ایم که اصلا سرمایه‌داری این طرح جدیدی که داره اینه که قطعه قطعه بکنه کارگران، معلمان، حقوق بگیران، پرستاران و مثلا با قراردادهای مختلف. نفس تشکلهای مستقل اینه، هر تشکلی که مستقله باید علیه این قطعه قطعه کردن و این تبعیض‌ها وارد میدون بشه. یکی از اینایی که بخواد در عمل نشون بده همینه که این نهادها چه از نظر بیانیه، چه از نظر حضور پیدا کردن، وقتی اینا از سراسر ایران میان نیاز به حمایت معنوی و مادی دارن. و بعد در کنار این مسئله امر تشکلیابی رو که رفیق ما ستار گفت، اصلا من اینجوری نمیبینم حتما اونا تشکلهای خودشون رو بیارن مثلا با اینا یکی بکنن. تشکلهای خودشون رو تشکیل بدن، بگن که برای دستیابی به مطالباتتون تا اینجا که پیش رفتیم، از اونجایی که چون اینا با همدیگه ارتباطات دارن، مثلا اینو تبلیغ و ترویج بکنن. پس بنابراین همونطوری که یه تشکل مستقل، یه تشکل مستقل که مثلا مال معلمان باشه، کارگران باشه، اگه نتونه از همکاران دیگر خودش دفاع بکنه، مثل اینه که ما بگیم یه تشکل مستقل تو ایران هست، از کارگران، منافع کارگران مهاجر دفاع نمیکنه، اصلا این دیگه تشکل مستقل نیست. متوجه؟ یعنی تشکل مستقل این روزی اینه که این همبستگی رو داشته. حالا بر بستر این اصلا هم در رابطه با معلمان، اصلا در مورد تشکل مستقل من اصلا مشکل دارم. من باید خجالت میکشم وقتی که معلمان میگن ما از منافع صنفی خودمون دفاع میکنیم. آخه مگه شما بزازین؟ شما خرازین؟ شما زیر مجموعه اتاق اصنافین که وقتی اینو میگین شما فریقان این جامعه هستین؟ از آموزش عمومی دفاع میکنین، از آموزش رایگان دفاع میکنین، از منافع دانش آموزان دفاع میکنین، از منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خودتون دفاع میکنید. یه جوری بگی که صرف مثلا من چیست. بنابراین این ما باید یک، و از نظر من اونجا رسیده، چون اصلاح طلبان تو دوران جمهوری اسلامی سر این حق نکردن خیلی تلاش کرده، و حتی این مثلا سندیکا یا ترادیونیون رو ترجمه میکنن اتحادیه صنفی، انجمن صنفی، صنف میارن سرین. من به نظر من زمان رسیده که این چیزی که از موقعی که مسئله تشکل ها اومد، ما تو دوران بودیم که سرمایداری تو ایران رشد نکرده بود، اصناف قدرت داشتن و بعد بیشتر ما کارگرهای اصناف بودن و این حرفه های چیز بودن، این مسئله صنفی هم، جنگ صنفی و صنفی و اینا اومد وارد شد. من به نظر من امروز اصلا زمان اون رسیده
حالا اسمش بذاریم غلط مصطلح یا مثلا هر چیزی باهاش تعیین تکلیف بشه. یعنی ما باید بیایم یه تعریفی ارائه بدیم در مورد تشکل مستقل کارگری، حالا هر چیزی تشکل مستقل که جهان شمول باشه. مثلا ببین که اگه معلمه از تمام معلمان دفاع میکنه، هر کارگری از کارگران دفاع میکنه، نه اینکه کارگر رسمی از منافع خودش از منافع اون، نه، چون این شگردیه که با این باید مبارزه بشه. یعنی در هیچ کشوری الان نمیتونه تشکلی وجود داشته باشه از کارگران مهاجر اون کشور دفاع نکنه. یعنی جهان تغییر کرده، متوجه؟ یعنی الان باید مشخصات اینا رو برشمرد. الان من از این موزه صحبت نمی کنم که من الان تعریف این جامع و کامل دارم، ولی میگم زمان اون رسیده دیگه تر بحث بکنیم سر این و به یک نظر مشترک یا بالاخره بحث رو ادامه بدیم که تا به جای درستی برسیم به اون چیزایی که همینجوری سنتا مونده باشون تعیین کردیم. نکات خوبی رو اشاره کردید. دوست داشتم نظر آقای رحمانی رو هم در این رابطه مسئله صنفی معلمان بدونم که تا چقد با شما با آقای نوایی هم نظر هستید. این بسیار مهم هستش توی یک رابطه ارگانیک فعالین اجتماعی که بتونن از یک سری رسمیت دادن ها بگذرن و بتونن منافع دیگران، چون اگه نتونیم به قول آقای نوایی اگه نتونید منافع دیگران رو هم که غیر رسمی هستن تأمین بکنید، چطوری میتونید شما در واقع در این مبارزه نقش مثبت داشته باشید؟ بفهم این کلمه صنف از کلمه انگلیسی به نام گیلد اومده و این همونطوری که رفیق علیرضا گفت متعلق به قبل از سرمایه‌داری، اون دوره‌ای که از این مسگر و نجار و بقال و اینا بودن، این به اون دوره برمیگرده که رابطه استاد شاگردی وجود داشت و نه یه رابطه سرمایه‌داری. متاسفانه خب توی ایران معلمان تا قبل از حالا بگیم اصلاحات ارضی سال 42 به بعد تا قبل از اون اینا خودشون فرهیختگان جامعه می‌دونستن. در حقیقت از لحاظ موقعیت شغلیشون اینا خود نسبت به دهقانان یا بقیه بخش جزء روشنفکران این جامعه به حساب می‌اومدن. اما بعد از رشد سرمایه‌داری در ایران عملا معلمان به بخشی از طبقه کارگر تبدیل شدن، همانطور که در سراسر جهان هست. مثلا در اروپا هیچ اتحادیه‌ای را نمی‌بینی که خودش را اتحادیه معلمان را نمی‌بینی که خودش را از اتحادیه دیگه کارگری جدا بتونه بگه ما بخشی از طبقه کارگر نیستیم. به عنوان نمونه کنگره اتحادیه کارگری انگلیس TUC تمام اتحادیه کارگری اتحادیه معلمان انگلیس عضو کنگره اتحادیه کارگری هستند و عملا خودشون رو در اعتراضات و اعتصابات در سال مثلا 2011 در نظر بگیریم، اون سال بیشتر اعتراضات در رابطه دستمزدها و مسائل دیگه هماهنگ میشد با بخشای دیگه. از این نظر خب هنوز بخشهایی از معلمان در حقیقت هنوز بر اون باور گذشتن که اینا هنوز اون فرهیختگان گذشتن و فرق دارن با طبقه کارگر و این درک بسیار غلط که طبقه کارگر بیل و کلنگ و دست پینه بسته و لباس چرکین و اینا هست و ما قلم به دست و چیزیم، این فرهنگ فرهنگی که اگه بگیم از سال حداقل 90 به بعد که من در جریان اعتراضات معلمان بودم، الان خیلی جلوست. یعنی اون موقع به هیچ وجه تو نمیتونستی از در یک گروه معلم از کارگر صحبت کنی، یعنی بلافاصله میگن کمونیسته این که از کارگر صحبت میکنه و این نوع تفکر. الان به درجات بسیار زیادی بخشای بسیار زیادی از معلمان به این نتیجه رسیدن که اینا بخشایی از طبقه کارگرن. حالا میگیم چرا صنف رو دوباره استفاده میکنه، میگن این یه پوششه که
در حقیقت مبارزه ما مبارزه سیاسی برای سرنگونی جمهوری اسلامی نیست، بلکه مبارزه ما مبارزه ایه که برای خواسته و مطالبات صنفی خودمون داریم میکنیم. به همین دلیل ما نشانه های اون حرکت شورای هماهنگی را که با سندیکای هفت‌تپه، سندیکای شرکت واحد و بقیه بیانیه مشترک میدن، این خب نشون میده که یک گام هایی تو این زمینه برداشته شده و عملا بخش بسیار زیادی از این معلمان خودشون رو جزو طبقه کارگر میدونن. در حقیقت اگر معلمان رو با سال 2000 به فارسی بین 90 تا 95 حساب بکنیم، نقش بسیار موثری در حتی بقیه جنبش ها داشتن و اینا موثر بودن در آگاه سازی دانش آموزان و در اون رابطه خانواده های کارگری، اون بخشی که بخش در حقیقت خودشو متعلق به بخش طبقه کارگر میدونه، اینا نقش بسیار موثری داشتن و میتونن این نقش رو، اون حلقه مفقوده ای که ما داریم میگیم چرا جنبش سراسری صورت نمیگیره، اون حلقه مفقوده رو میتونه این بخش کانونهای صنفی داشته باشه که در دورترین نقاط ایران، در کوچکترین دهات ایران وجود دارن و نقش آگاه کردنه رو میتونن داشته باشن در رابطه با جنبش کارگری. فراموش نکنیم 14 میلیون دانش آموز، از این 14 میلیون دانش آموز 90% خانواده کارگری هستند، یعنی ارتباط تنگا تنگ اینا دارن با بخشای کارگری و میتونن نقش موثری در سازماندهی سراسری داشته باشن. اما متاسفانه الان با سه گرایش متفاوت که همونایی که خودشون رو صنفی میدونن و اون گرایشی که هنوز توهمات اصلاح طلبی و وابستگی خودش به بخش دولت امید و روحانی اینا از دست نداده، این بخش بسیار مضر برای معلمان، چون همین بخشی که داره زمینگیرشون میکنه. یه بخش دیگه هست که هنوز اون صنفی بودن رو روش و خودمون هستیم، معلمان با دیگران کاری نداریم. اینها البته اینا خیلی هاشون ریزش کردن و اومدن به سمت رادیکالیست. اون بخش کارگریه که در حقیقت بسیار موثر، اما به خاطر همین اختلافاتی که وجود داره الان کانونهای صنفی در حقیقت در مجموع باید بگیم اون هماهنگی که بتونن یه اعتراض سراسری بذارن. من تعجب میکنم بیانیه‌ای که شورای هماهنگی داده برای اسماعیل عبدی تا 12 اردیبهشت، اگر اسماعیل عبدی رو آزاد نکنید ما اقدامات لازم رو خواهیم کرد، که منظورشون اعتصاب و اعتراض سراسریه، به این صراحت گفتن آیا آمادگی همچه چیزی درشون وجود داره یا نه، این کمی سوال برانگیزه. یعنی باید حواسمون باشه اگر تو نمیتونی معلمان و در سراسر ایران برای این هماهنگ بکنید، اون وقت این شعار نمیتونه تأثیر گذار باشه، برای اینکه عملا خب تعدادی از معلمان شاید تو تهران بیان اعتراض بکنن، اما اون تأثیرش رو که باید داشته باشه، اون تهدیدی که دارین به دولت میکنین، باید نیروی قوی پشت باشه که ثابت کنی آره ما اگر شما نکنید ما این کارو میکنیم. مثل شعار بازنشستگان که میگه ما رأی نمیدیم، این نیرو داره، یعنی میبینیم در زمین واقعی میان و این شعار میدن. معلمان باید اون نیروشون رو نشون بدن، یعنی بیارن همین معلمانی که هر روز دارن جلوی مجلس آموزش پرورش دارن اعتراض میکنن، بیان با اینا همکاری بکنن شورای هماهنگی و کانونهای صنفی. اون وقتی که میتونه این شعار عملی باشه، واقعی باشه و میتونن اسماعیل عبدی رو از زندان بیارن بیرون. نه تنها اسماعیل عبدی، معلمانی که تحت تعقیب هستن، اذیت و آزار هستن، حکم دارن، بسیاری از این معلم ها حکم دارن که در حقیقت اینا رو به گونه ای در گوشه رینگ گذاشتن که میگن تکون بخوری میزنیم، و اینا رو بهشون امید بدن، امیدواری بدن که بتونن در حقیقت بیان این فعالیت بکنن. من زیاد در حقیقت
منفی نمیخوام به این مسئله نگاه کنم، چون بسیاری از فعالین معلمان رو میبینم که در فکر یک تحول عظیم در تشکلات کارگری هستن. حالا این چقدر طول بکشه به خاطر شرایط رادیکال جامعه، به خاطر فقر و فلاکتی که در حقیقت دامنگیر خود معلماست، با اون حقوقی که به شدت زیر خط فقر، معلمان نمیتونن این چنین ساکت بمونن در مقابل رویدادهایی که اتفاق میفته و در حقیقت وارد میدون مبارزه نشن. امید من اینه که بعد از این بحث و تبادل نظری که کانونهای صنفی در حال حاضر دارن میکنن، اینا بتونن به یک توافقی برسن و نیروی جدیدی به شورای هماهنگی بدن، اون اعتماد به نفسی که شورای هماهنگی بتونه در حقیقت کانونهای صنفی رو فراخوان بده، به این کانونهای صنفی مصمم باشن بیان و در اعتراضات کارگران، پرستاران و بقیه بخش‌های جامعه، در اعتراض همین معلمانی که هنوز بخشی از کانونهای صنفی نیستن، با اینا مشترک بشن و این مبارزه است که میتونه چالش بزرگی برای رژیم باشه و در حقیقت میتونه با اتحاد خودش با بخش‌های دیگه کارگری رژیم رو به عقب نشینی وادار بکنه. بله، متشکرم از توضیحتون آقای نوایی. بحث رو میخوایم ببندیم اینجا، ولی نکات خیلی جالبی مطرح شد. اگر قرار اون سازماندهی صورت بگیره، قطعا وظیفه فعالین کارگری خب دو چندان خواهد شد و ما اینجا متاسفانه شاهد یک سری نمیدونم کیش شخصیت یا به هر حال اختلاف نظرها و غیره هستیم که مانع شده، و این رو ما تو جنبش کارگری هم به نوعی دیگه میبینیم و متاسفانه همه به این اذعان رسیدن که تشکل لازم هستش و باید عمل کرد، ولی وقتی پای عمل میاد متاسفانه اون نقاط ریز و به هر حال اختلاف نظرها چنان عمل میکنه که ما شاهد چیزی برعکس هستیم. در این حال صحبت آقای رحمانی هم صحبت بود بر نفوذهای رژیم در این قضیه، که تلاش داره که این جنبش ها رو تا اونجایی که میتونه به سمت سوی دیگه ای ببره و در واقع اون بار اصلیش رو ازش برداره. چه راهکارهایی رو میشه ازش دید؟ چه راهکارهایی میشه مطرح کرد یا پیش روی گذاشت؟ بله، ببینید، ما اشاره کردیم به رشد کمی و کیفی اعتراضات کارگری. این رشد کمی و کیفی اعتراضات کارگری وظایفی رو به عهده ما میذاره. اینجوری نیست که ما خوشحالیم این تعداد اعتراضات صورت گرفته، این تعداد اعتراضات سراسری صورت گرفته. سازمان دهندگان اعتراضات سراسری ارتباطاتشون پیشرفته تر شده. اگه مثلا 10 سال پیش میگفتیم اینا در هر واحد تولیدی جداگانه جداگانه یا خدماتی جداگانه جداگانه دست به اعتراض میزنن، الان شاید این هستیم که اعتراضات سراسری میشه. مثلا مرداد ما کارگران فنی و پروژه صنایع گاز و پتروشیمی و نفت و نیروگاه ها همزمان حدود 1 ماه دست به اعتراض زدن. این کم نیست. الان هم زمزمه اعتراضشون اعتصابشون بلند شده. پس و این وظایف سنگینی رو بوده ایمونز. این وظایف سنگین از جمله اینه که من از یابی اینه که روند تشکلیابی مستقل کارگران در ایران کلاسیک نمیگذره، که الان ما بیایم بر اساس تجارب کشورهای دیگه این شکل یا اون شکل، اینجوری یا اونجوری رو پیشنهاد بده. همه تجارب رو باید استفاده کرد، ولی باید خم شد سر این روندی که داره میره جلو. یه سازماندهی داره میره جلو، جهان تغییر کرده. پس ما باید یه بحثی رو سازمان بدیم که برای ما اهمیت داره، هم برای امروز هم برای فردا. اگر ما این اعتراضات کارگری گسترده شد، اومد به یه جای تغییر تحولات شد، ما ببینیم تشکل مستقل کارگری چیه. مثل سال 57 نباشیم،
متوجه، یعنی اینقدر کار آگاهگرایانه کرده باشیم، تبلیغ و ترویج کرده باشیم که رو چیز روشن و مدونی باشه که در این واحد اون واحد تولیدی خدماتی میخوان دست به تشکر بزنن، بعد دست به اتحاد این تشکرها بزنن، یک چیز مدونتری باشه نسبت به گذشته. خب دستیابی به این امر راحتی نیست، اینجوری نیست که از آستین من در یه بشکم بزنیم به این دست پیدا کنیم. برای رسیدن به این ما به چی احتیاج داریم؟ احتیاج به این داریم که بخشی از این اختلافاتی که واقعا اختلافات غیر واقعی هستند، با به رسمیت شناختن اختلافات واقعی بریم پای گفتگو و همکاری مشترک تا به این مهم دست پیدا کنیم. اینو جدا جدا نمیشه بهش دست پیدا کرد. اگه اون چیزی که تو سال 99 اتفاق افتاده بعد از جریان دیمای 96 و آوان 98، اگه با این اعتراضاتی که تو 99 هم داشتیم ما رو تکون نده، یه گیر گرفتایی وجود داره، یه گیر گرفتایی وجود داره که میخوایم هی به تشتت دامن بزنیم، هی به خودمون مدال بدیم، مثل اینکه حرفی که فقط من میزنم همین درسته، تمام حقیقت پیش من. پس سنگین کار، این فقط روی من به داخل نیست، تو خارج هست، به خود منم هست. یعنی در وهله اول با خودم دارم بلند بلند صحبت میکنم که باید به این وظیفه سنگینی که به دوش ماست، به ما بالاخره سال 57 دیدیم و هر کدوم ما الان دیگه نیم قرن سابقه فعالیت سیاسی اجتماعی داریم، خب باید بخورم. من میتونم این بسیار مهم هستش. آقای رحمانی، در ادامه و پیرو صحبت های آقای نوایی، برحال چه تجاربی رو میشه از اعتراضات سابقه 99 به دست آورد؟ یک نکته در پایان صحبتاتون بود، شما اشاره کردید که نمیخوایم منفی باشیم و این متاسفانه طوری است که اگر نقد میشه به عنوان نف مطرح میشه، در صورتی که اگر ما نیاییم و گذشته و حرکت ها رو مورد بررسی قرار ندیم قطعا درسی از اون نخواهیم گرفت و استفاده هم نخواهد داشت. به نظر شما چشم انداز این حرکت ها به چه شکل؟ ضعف ها رو داریم میبینیم دیگه، یک جایی باید اینها متوقف بشه، یک برخوردی درستی بشه و بازبینی بشه. این چشمانداز کجاست؟ ببینید اون گزارشی که رفیق ما علیرضا داد، همونطوری که خودشون گفت، از لحاظ کمی و کیفی این قابل انکار نیست، یعنی یه واقعیتیه که در سال گذشته ما داشتیم و دلیل اساسیش هم اینه که بحران اقتصادی در ایران رو به افزایش و صندوق بین‌المللی این اعلام کرده، بانک جهانی اعلام کرده، اقتصاددان‌های خود رژیم اعلام کردن که چشم‌انداز خوبی نمی‌بینن در سال 1400 از لحاظ تأمین اجتماعی مردم. و بنابراین جنبش کارگری به طور کل و معلمان به طور خاص، اینها ناچارن. برای ببینید بحث بر سر الان دیگه خط فرق نیست، همین امروز بازنشستگان میگفتن بحث بر سر زنده ماندن تا رسیدن به خط زیر خط فرقه. مرغ پوست مرغ کیلوی 9000 تومان 10000 تومان و یک معلمی که با اون چیز داره بره توی صف وایس اونم برای استخون مرغ، برای پوست مرغ، این فاجعه است. یعنی کسی که بر علیه این شرایط برنخیزه جای سوال داره. اون معلمی که همه اینا رو ببینه و بشینه تو خونش بگه به من ربطی نداره، این اینجاست که این فاجعه دامنگیر شده. بنابراین من به خاطر همین گفتم منفی نباید نگاه کرد، مثبت به این مفهوم که خب ما نقد میکنیم، ما
میگیم اشکالاتمون چیه، میدونم هم اشکالاتمون چیه، اما به این سادگی هم نیست که بتونی از اون اشکالات بر بیای. یعنی مثلا انتظار داشته باشیم در عرض چند روز آینده این جنبش سراسری معلمان و بقیه بخشا بیام درست بشن. خب این واقعیت زندگی آدم ها، نظرات مختلفی دارن، دیدگاه های مختلفی دارن، یه روز رادیکال هم، یه روز منفعل هم، یه روز ناامید میشن، یه روز امیدوار هم. این واقعیت ها در مجموعه جامعه شناسی ایران نگاه بکنی وجود داره اینم، و منتها اون واقعیتی که تاریخا تو ایران همیشه اتفاق افتاده بگونه بوده که به قول یکی از خبرنگارای انگلیسی رفته بود ایران، میگفت تو ایران نمیشه پیش بینی که یه شب میخوابی صبح میبینی که داره انقلاب میشه. این نه اینکه قبلا چیزی نبوده یه اتفاق میفته، الان میبینیم که این آماری که ما داریم میدیم نزدیک به 2000 اعتراض بوده، این پیش زمینه برای یک انفجار اجتماعی. این نشون میده که رژیم روی یه بمبی نشسته که هر لحظه این بمب ممکنه بترکه و کل رژیم رو نابود بکنه. این انفجار، انفجار اجتماعیه. بنابراین معلمان نمیتونن کنارگیری کنن، مجبورن بیان با طبقه کارگر. دیر یا زود این راه راهیه که دوستان اینا اینجان، دوستان اینا اون شورای گذار نیست، 14 نفر نیست، شاهزاده جمهوری خواه نیست، اینا هم خودشو میدونن در همین خط راه. بنابراین اگه بخوام خلاصه بکنم اینه که هم جنبش کارگری نشون داده که کوتاه نمیاد در مقابل تمام این فلاکتی که سالهای سال رژیم براش آورده، و دست رژیم رو خوندن در تمام شعارها، الان دیگه میگن کف خیابون ما میتونیم حقمون رو به دست بیاریم. یعنی اون توهمی که سال 98 آبان 98 اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، در تمام بخش های کارگری، معلمان و پرست و همه بخش های مزبگیر بگیم به طور کلی، این توهم رفته و در شعارهاشون دارن اینو بیان میکنن. و امروز در تجمع بازنشستگان که تهران داشتن راهپیمایی میکردن، در شعارشون این بود که مردم به ما بپیوندید، درد ما درد شماست. و این فراخوان به جامعه بسیار جالبه، یعنی رجوع میکنن به مردم، نه فقط شعاری، بلکه وقتی شعار میدن که واکسیناسیون رایگان با استانداردهای بین‌المللی، وقتی میگن درمان رایگان برای همه، این درد همه ای مردمه و اینه که پیوند میزنه. و خلاصه بکنم اینه که آینده یه که کارگران سرنوشت رژیم رو رقم خواهند زد، نه اپوزیسیونی که در خارج کشور روی حواس و پاش روی زمین نیست، و اون وقت اینان که باید آگاه باشن که به قول رفیقمون بهروز، ما سال 57 رو تکرار نخواهیم کرد، اگر تکرار کنیم یک جهالت آگاهانه ایه که بخشودنی نیست و همه فعالین کارگری و بقیه مزدبگیران آگاه به این مسئله هستن، و تلاش همگی میبینیم، تلاش همگی اینه که این اتحاد به وجود بیاد. ولی گرهگاه اصلی اینه که من از موزه خودم میام، آقای نوایی از موزه خودشون میاد، شما از موزه خودشون. ما اگر فقط بیایم سر مشترکاتمون به هم نزدیک بشیم کافیه. این میتونه اون سرنوشتی باشه که جنبش کارگری سرنوشت خودش و رژیم رو در آینده رقم بزنه. به این سادگی نیست، اما شده نیست. بسیار عالی، ممنون از صحبتاتون. اگر نکته ای هست که جا مونده مایلید مطرح بکنید الان مناسبه، و اگر نه دستتون رو به گرمی میفشانم برنامه امروز رو به پایان میبریم. بسیار عالی. اعتراضات معلمان در سال 99 و چشمانداز آن، گفتگوی ما با آقایان علیرضا نوایی و ستار رحمانی رو شنیدید. از حضورتون در این برنامه سپاسگزارم. رادیو
رادیو پیام تنها رادیو فارسی زبان در شرق کانادا است که از ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت هالیفاکس 10 شب تهران روزهای شنبه به مدت 2 ساعت روی طول موج FM 88.1 به روی آنتن می رود. برای اطلاعات بیشتر و همچنین برنامه‌های گذشته به وبسایت ما www.radiopayam.ca مراجعه کنید. Tune in to CKDU 88.1 FM every Saturday from 2:30 to 4:30 p.m. for Radio Payam with your host, Amir. On air since 2009, Radio Payam is the only Farsi show on the East Coast. For more information, visit radiopayam.ca. گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک را ز میان. از نو فلکی دگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان.